بخش یکی از برنامه‌هایی که هر هفته در موضوعتون خواهیم کرد تحت عنوان قصه‌های خاکستری. قصه‌های خاکستری زندگی انسان‌هایی است که در جامعه ما زندگی می‌کنن، اسمشون معروفه، چهره‌هاشون محبوبه، ولی در حال که 35 ساله دچار ظلم و ستمی شده که حقشون نبوده. این هفته امید بهزادی تقدیم حضورتون کنیم و هفته آینده برنامه محمد علی فردینو برنامه امید بهزادی رو در قصه‌های خاکستری با هم می‌بینیم و در دوباره برنامه هم خدمت خواهیم کرد. قصه های خاکستری حکایت زندگی انسان هایی است که هر کدام در ذهن و خاطر ما نقش بسته اند. چهره هایی خوشنشین افکار من بوده اند و چهره هایی بدنشین. همایون بهزادی شاید اینکه کجا دنیا اومد بیوگرافیش از زیاد مهم نباشه. به هر حال 1320 در خرم‌آباد دنیا اومد. دلیلش این بود که پدرش افسر ارتش بود و به اونجا به خاطر ماموریت پدر رفته بودن. وقتی برمیگرده در واقع دایی‌هاش چهره‌های سرشناس فوتبال بودن. مراحلی که میگذرونه در واقع از مکتب شاهین میاد همایون بهزادی. من خودم به عنوان کسی که بازی همایون بهزادی رو دیده و در دوران شکوفایی فوتبال ایران، یعنی زمانی که من با شما صحبت میکنم فوتبال ایران یه فوتبالی بود که مطرح نبود. اون زمان مثلا در آسیا اسرائیل مطرح بود، چون اسرائیل در آسیا بود، کره جنوبی بود، کره شمالی بود، چین بود، بیرمه بود، هند بود. هند یکی از قدرت‌های قطبای فوتبال بود. الان مثلا نگاه می‌کنیم ژاپن یا کره جنوبی یا استرالیا، اون موقع هند هم یکی از قطبای فوتبال بود. و تیم فوتبال ایران در جام برای رسیدن به المپیک توکیو 1964 بازی آخرشون با تیم هند بود. در یک بازی رفت و برگشت سرنوشت تیم ایران مشخص میشد. من یادم، من بچه بودم، رفتم امجدیه و بازی رو که تماشا میکردم برام اینا اسطوره های افسانه ای بودن. تو رویاهای من دست نیافتنی بودن. اینا چقدر بزرگ بودن، چقدر شجاع بودن، چقدر زیبا فوتبال بازی میکردن و انگیزه و شوق تو بچه‌های مثل من تقویت میکردن. حالا اگر درباره همایون بهزادی به عنوان الان بخوام بگم، من به عنوان کسی که به هر حال فوتبال حرفه‌ای بازی کرده، کار حرفه‌ای کرده و دوران حرفه‌ای مربیگری رو گذرونده، اگر شرایطی که الان حاکمه، یعنی این دنیا شده یه دهکده و همه از حال و روز همدیگه با خبرن و تکنولوژی کمک کرده که هر اتفاقی هر گوشه دنیا میاد، در گوش کنار دنیا میتونن ازش مطلع باشن، حالا فوتبال اگه بخوام بگم این سرمایه و پولی که توش اومده و ارزشی رو بازیکن ها میذارن، به جرئت میتونم بگم، به جرئت میتونم بگم در فوتبال امروز جهانم کمتر فوتبالیست رو من دیدم که مثل همایون بهزادی سر میزد. من یادم یه زمانی که با همایون خان افتخاری داشتم در تهران، چون یه تیم محلی داشت طرف یوسف آباد یا شهرارا نمیدونم، که چند بار تیم ما رو دعوت کردن که با هم بازی کنیم، باش صحبت میکردم. خب یه سری چیزای تکنیکیش رو گفت که واقعا خیلی جالب بود، من خیلی یاد گرفتم.
ولی من همیشه خودم میگفتم که پله نبردمونی، خمینی به استادی پله میپرید. پله یعنی در اینکه همون جایی که ایستاده بود انگار سب روی نبردمون بود، یه استارت میزد، استارت دوم خوش میکشید بالا، استارت سوم پرواز میکرد. و عکساشو که میبینی بعد از این موقع با بازیکنهای قد بلند همایونی بهزادی، اونا کلاشون تا اینجا همایونی بهزادیه. یه واقعا یه عجوبه بود و برای این دلیل به چون بودن همایونی سرطلایی. همایونی خان برای سر پرشوری هم داشت. یه زمانی که یه بازی بین تهران جوان شاهین بود و به جنجال کشیده شد، یکی از سران جنجال خود همایونی بهزادی بود و معترض بود به سیستم اون زمان که مثلا تاجی که تیمسار خسروانی در واقع از باشه تاج می اومد، در واقع مجموعه تاج، همین بذارید این اعتقاد داشتن که تشکیلات تاج رو داورا تأثیر دارن، به همین دلیل معترض بودن. بازی رو به هم خورد، شاهین رو به طور کل محروم کردن و باشه شاهین در واقع منحل شد و همین کوچ کردن به تیم پیکان. یک سال در تیم پیکان بودن و کوچ کردن به تیم پرسپولیس و در تیم پرسپولیس ماندگار شد. بعد هم بازم گفتم این نیست که همایونی بهزادی چه کرده. همایونی بهزادی امروز وقتی صحبت میکنه ببینیم درباره ایران و حسش درباره کشورش چی میگه. این نتیکر با هم ببینیم و در دنبال برنامه با شما خواهم. عاشق ایرانم بودم، عاشق بیقرار ایرانم، از طالبات تا سرخس، مولد هزار مسجد آلاداق، تا تشریف بیاریم این در زلفا، بازرگان، تا خسروآباد آبادان که بزرکر نماسا اتفاق افتاد، و بعدش هم تشریف بیاریم این چارمن، کنارک و چابهار، نقطه بندر گوهتر، همه رو سانتیمترش رفتم، به خصوص خب دماوند که علاقه داشتم شکارچی بودم، فوتبالیست بودم، هر کدوم به دلایلی. اگر دنیا رو دیدیم اینجاها رو با عشق دیدم. پدرم هم از پدر خانواده پدریم تمام از خوانین دماوند بودن. آها. مادر پدرم دماوندی بودن. این مردی که درباره وطنش، درباره احساسش اینگونه صحبت میکنه و نگاه میکنیم در شرایطی که انقلاب میشه و جماعتی سر کار میان پر از عقده و کینه، پر از حسادت، پر از تنگ نظری که فکر میکردن یه زمانی کسایی که موقعیت هایی که داشتن از اینا دزدیده شده. و جالب اینه که الان همینو بذاری که در سن نزدیک 70 سالگی داره با تلویزیون صحبت میکنه و این حرفا رو میزنه، من یادم نمیره به همینی بزرگی حمله کردن، همینی بزرگی رو کتک زدن، همینی بزرگی رو بازداشت کردن و من دو تا خاطره از فوتبال، یعنی چند تا خاطره دارم ولی یکی دوتاش خیلی تلخه. یکیش هم این همینی بزرگیه، یکی محمد رنجبره. همین کار با محمد رنجبر کردم. وقتی محمد رنجبر را ندم امجدیه و دل شکسته اومد، چون موقع دفتر من روبروی امجدیه بود، اونایی که با امجدی آشنا میدونن اونجا یک حموم آب میگیری بود و دفتر من بالاش بود و فوتوگراف خب فوتبالیستا بود. وقتی اومد این مرد بزرگ، اونم کاپیتان تیم ملی بود، دل شکسته و غمگین از اینکه بعد از این همه سال، این همه تلاش از حضورش برای رفتن در استادیوم جلوگیری کردن. این قصه برای خیلی پیش اومد و از جمله برای همایونی بهزادی. همایونی بهزادی امروز متاسفانه تنهاست. تنها نه از این که دورورش کسی نیست، از نظر احساس تنهاست. مسابقه که این روزا با مطبوعات میکنه در واقع قصه دردناکی از این 35 سالی که بهدر رفت. 35 سالی که امسال همایونی بهزادی میتونستن چه خدمتی به ورزش ایران و به خصوص فوتبال بکنم، ولی یک سری آدم های ضد بشر، ضد زیبایی،
اومدن و فضا رو بسهم چه آدمی تنگ کردن و الان میان از اینها مثل موزه استفاده میکنن، بهره برداری میکنن. حالا اینا رو میارن بهشون لوحه و کاپ و مدال میدن فقط به خاطر که کنار اینا بیسن عکس بگیرن. کسایی که مثلا خودشون سردار و صاحب اون مملکت میدونن، کسانی که در واقع همشون که سر هم کنیم ارزش اینا حتی نداشتن که ساک این آدم ها رو بیارن رو ببرن. به هر حال این قصه خاکستری زندگی انسان هایی است مثل همایون بهزادی. اینجا من قصه این هفته رو تموم میکنم تا هفته آینده. هفته آینده قصه ای خواهیم داشت، قصه خاکستری متعلق به محمد علی فردین خواهد بود. عجب رسمیه رسم زمونه، قصه برگ و باد خزونه، میرن آدم و از اون خلقت خاطره
خاکستری رو این هفته با هماین ویزدی هم که گفتم رفته اندگاه قدیم